مجمع پارلمانی شورای اروپا متشکل از پارلمانترها و سناتورهای 47 کشور اروپایی و آسیای مرکزی، استراسبورگ، 8 مهر 1392. رویتر، استراسبورگ، 30 سپتامبر 2013، 8 مهر ماه 92. مخالفان در تبعید رژیم تهران، بیعملی دولت آمریکا و اتحادیه اروپا بعد از قتل عام 52 تن از مبارزان در اول سپتامبر در عراق را محکوم می کنند. مریم رجوی، ضعیف بودن واکنش بین المللی و بیعملی در قبال ربودن 7 تن از افراد این جنبش را نوعی همدستی با جنایتی دانست که رژیم ایران به وسیله نیروهای امنیتی عراق مرتکب شده است. او روز دوشنبه در استراسبورگ در جریان یک کنفرانس سازماندهی شده توسط پارلمانترهای مجمع پارلمانی شورای اروپا گفت: ایالات متحده و سازمان ملل سکوت و بیعملی را انتخاب کردند و دولتها و نهادهای اروپایی نیز واکنش جدی و مناسب در برابر این جنایت نشان ندادند. نگاه کردن به جنایت و سکوت و بیعملی عملاً به مثابه تایید جنایت است. مجاهدین میگویند 7 تن شامل 6 زن به گروگان گرفته شدند و در دست نیروهای عراقی هستند و اگر سازمان ملل و ایالات متحده میخواستند آنها میتوانستند سریعاً آزاد شوند. ژان پیر میشل، سناتور سوسیالیست فرانسوی، از پارلمانترهایی که برای حمایت از مجاهدین خلق به استراسبورگ آمده بود اظهار داشت: این سیاستی بزدلانه است که همچنان ادامه دارد. او به علامتهای گشایشی که از سوی حسن روحانی رئیس جمهور جدید رژیم ایران فرستاده می شود اشاره کرد و گفت: این مقطعی شریرانه است، چرا که بار دیگر رژیم ایران در حال فریبکاری و تله‌گذاری است و مشکلات باز هم به همان نتایج قبلی می رسد. رئیس جمهور در رژیم ایران هیچ قدرتی ندارد. گزارش تصویری رویتر از کنفرانس استراسبورگ، 30 سپتامبر. مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در حالی که در استراسبورگ در مقابل برخی از تصاویر 52 ایرانی مخالف که در اول سپتامبر در اشرف کشته شدند نشسته است، سخنرانی خود را طی کنفرانسی در این روز در شورای اروپا ایراد می‌کند.